بدید. علتش چیه؟ به هیچ عنوان من نمیگم اینها مثلا سایت هایی که توی رده های بالا دارن کار میکنن خدای نکرده سوء استفاده کنن، اما میتونن مورد حمله قرار بگیرن و از دیتای شما اون هکری که زده به این سایت ها نهایت سوء استفاده رو ببره. نمونه بارزش اتفاقی که برای لجر میفته، لجر نانو اس و نانو ایکس که به هر حال سخت افزارهای عالی هستن، فرانسوی هم هستن، برای کریپتوکارنسی ولت سخت افزاریه، هیچ مشکلی ندارن. اما اتفاقی که افتاده بوده، حمله ای که انجام شده به سایت، تونستن اطلاعات مشتریان رو بگیرن. چه تفاوتی داره؟ الان سوال خب باشه، اطلاعات مشتریان رو بگیرید به چه درد میخوره؟ ببینید، کسایی که رفتن سراغ ولت سخت افزاری به هر حال برنامه بلند مدت تری دارن، با این قیمت بیت کوین میتونه اصلا مورد تهدید قرار بگیرن، آدم ربایی و کلی قصه های اینجوری. پس ببینید، اونقدی اطلاعات در اختیار این سایت ها بذارید که خواستن، نه یک بیت بیشتر نه یک بیت کمتر، همونو بهش بدی و بیاین بیرون. قوانین ضد پولشویی هم که خب ما انقدر دیگه توی این چند سال اخیر FATF شنیدیم که همه در جریانش هستن. فعالیت های مجرمانه چیه؟ مثل دستکاری در بازار، معاملات غیر قانونی، فساد اداری و فرارهای مالیاتی و همچنین روش هایی که برای مخفی کردن جرائم و پول حاصله از این فعالیت ها رو در بر میگیره که در قالب قوانین ضد پولشویی هست. منشأ پولم به جهت امکان ردیابی همیشه باید اعلام بکنید. وقتی که شما الان داری یه کارت بانکی تو معرفی میکنی به مثلا نوویتکس، بعد داری زیرش میگی که من این کد ملیم هست، اون بر API گرفته داره چک میکنه، کراس چک میکنه که آیا این اطلاعات درسته. اگر حسابی به نام دو نفر باشه تاییدت نمیکنه. حتی تو بازار بورس تهران هم همینجوری، اگر شما به حسابی به کارگزار معرفی کنی یا به صندوق سرمایه گذاری معرفی کنی که دو طرف دو نفر با هم شریک، مثلا شما با خانومتون یا برادرتون، پدرتون، مادرتون با هم این حساب رو داشته باشین، مورد پذیرش نیست. به خاطر همین داستان‌های ضد پولشویی یکی بعد حساب باید تک نفره باشه و خیلی از اینها از شما یه دونه مثلا یه کلی فایل همین متن ضد پولشویی رو نوشتن تا پایین اومدن و یه تیک بعد بزنی، اون تیکر اگر بزنی میتونی بری نکس مرحله بعد، یعنی میپذیری تمام قوانین بالا رو که این قاعده فعالیت تو بازار کریپتوکارنسی. یه چیزی به نام فورک وجود داره که امروز یه چیز قشنگش میخوایم با هم ببینیم. ببینید، فورک همون چنگاله دیگه، ولی توی مفهوم کریپتوکارنسی به معنای انشعابه. دو مدل داره، یه سافت فورک، یه هارد فورک. توی سافت فورک ما بکورد کامپتیبیلیتی داریم، توی هارد فورک این اتصال با قبل وجود نداره. شما مثلا نسخه ویندوز میخرید، مثلا یه نسخه جدیدی که میخرین تمام، یا مثلا آفیسی که میگیرید تمام نسخه قبلی ها رو پشتیبانی میکنه، احتمال داره نسخه جدید رو پشتیبانی نکنه. پس این بکورد اینتیگریشن وجود داره و کامپتیبیلیتی که بین اینها وجود داره امکان استفاده رو میده. توی سافت فورک ببینید، همه توافقات قبلی که انجام شده و پیشنهادات و توضیحاتی که داده شده همه مورد قبوله، هیچی تغییر نکرده. فقط بعضی موارد تغییر میکنه که نیاز به آپدیت نودها هم نیست، فقط ماینرها آپدیت میکنن. یعنی اتفاق عجیب و غریبی نمیفته. ببینید، یه کامیونیتی دارن اینا دیگه، هر کدوم از این کوین ها و توکن ها، آلت کوین ها و کوین بگم خیلی قشنگ تره، توی اون نظرسنجی میکنن مشکلات چیه وقتی فورک میخوان بزنن. مثلا میگن سرعت انتقال مثلا 10 دقیقه برای بیت کوین زیاده، این قابل استفاده توی ریتیل نیست، بیشتر به عنوان یک کالای سرمایه گذاری میشه بهش نگاه کرد. میزان ظرفیت هر بلوک برای انتقال دیتا مثلا پایینه. این تیپ داستانه فنیه که میره تو هارد فورک. حالا یه قسمت های دیگه داره تو سافت فورک که بیشتر مربوط به بیزینسه میشه، که حالا اگر داریم مثلا روی یه پلتفرم کار میکنیم، این پلتفرم ها هم بهش اضافه شه، یا مثلا این پلتفرم ازش خارج بشه، مثل اتفاقی که برای XRP افتاده، بحث دیفای کردن با یک بلاکچین دیگه است که خب میتونه هم افزایی توش ایجاد کنه. ببینید، این آپدیت ها که میاد، یا اتریوم دو که این آپدیت ها که میاد، کمک میکنه کار صحیح تر، راحت تر و سریع تر انجام شه.
توی هر آن چیزی که تغییر آنچنانی نداشته باشه سافت فورک، هر آن چیزی که تغییر اساسی داشته باشه، یعنی قوانین قبلی رو جابجا بکنیم، عرض شود که همه نیاز باشه همه نودها حتی کیف پول ها هم آپدیت بشه، به عنوان هارد فورک نام گذاری میشه. جالبه براتون بگم این فورک شبیه اون سهام جایزه است تو بورس. دیدین یه سهمی میخرین بعد اعلام میکنن افزایش سرمایه از محل سود انباشته و یا مثلا تجزیه ارزیابی دارایی ها، یا حالا مثلا چند مدل که یه تیکش به شما بدون اینکه پول بدین سهام میگیرید. توی فورک هم همینجوریه، زمانی که شما توی فورکش یه کوینی رو داری مثلا بیت کوین، میره BCH میخواد بگیره، بیت کش رو بگیره، تو بیت کش چه اتفاقی میفته؟ میگه حالا این مثلا قابلیت ها و توانمندی های شبکه رو بردن بالاتر، ولی یه هارد فورک ایجاد کرده کلا با اون داستان فرق میکنه. ضمناً هافینگ یعنی نصف شدن پاداش BCH هم هست. اتفاقی که میفته میگه معادل آن چیزی که تو در کیف پولت بیت کوین داری من بهت چی میدم؟ بیت کوین کش میدم. و جالبه براتون بگم یه سری آدم زبل، ببین اینا تحلیل این تیکه فاندامنتالیش میشه، ولی شما باید بدونید من توی این دوره به شما میگم، ولی مربوط به معامله گری، اما گوشه ذهنتون داشته باشید، زمانی که میخواد یه فورک انجام بشه اون فورک باعث رشد قیمت میشه. و به خاطر چی؟ چون میخوان بیان مثلا بیت کوین بخرن که BCH داشته باشن، بیت کوین کش داشته باشن، میخوان بیان یه کوینی بگیرن که اون کوینی که داره فورک میشه رو هم داشته باشن، آلت کوینی که داره فورک میشه هم داشته باشن، عملا سرمایهشون دو برابر میشه. توی اون توضیحاتی که برای فورک نوشتن گفته 1:1 یا مثلا 3:1 2:1 بستگی به اون نسبته داره، میگه هر چند تا از این داشته باشی معادلش چند تا میدن. و همینجا پا رو بذارید رو ترمز، خیلی سایت ها، اکسچنج ها، کیف پول ها و حتی پلتفرم هایی که بحث مثلا سرمایه گذاری و ارائه سود دارن تو همون چند شبه تأسیس میشن، میان میگن که ما فورک فلان رو پشتیبانی میکنیم، اون بیت کوینت یا ETH تو بردار بیار این تو بذار، معادلش بهت میدیم، مادامی که میریزید دیگه تمامه، پول برداشتن رفتن. یا اپلیکیشن های موبایلی، دقت داشته باشیم که همچین چیزی فرصت بسیار خوبی برای کلاهبردارا هست، و اگر میخوایم سرمون کلاه نره حتما فصل آخر این دوره رو باید با دقت ببینیم و در نظر داشته باشین که هر چی کیف پولای معتبرتر استفاده بکنید این اتفاقاتون برای شما به حداقل ممکن میرسه. و خب همونطور که گفتم این فورک کلن چون بین علما اختلاف نظر میفته اینا از هم جدا میشن، سافت فورک هارد فورک. سافت فورک خیلی تغییر نداره تو لایه بیزینسی اینا انجام میشه، هارد فورک اساسی هست. نمونه هاش میتونیم به اتریوم اشاره کنیم که از اتر کلاسیک منشعب شد، اتر کلاسیک به مشکل خورده بود، یعنی اتر بود که به مشکل خورده بود، اون گذاشتن کلاسیک، جدیدر گذاشتن اتر، که حالا کلاسیک رو دیدیم تو کوین مارکت کپ رفته بود کف بازار قرار گرفته بود. و بعضا هم مثلا یه تقلبی هم توی اون یک چیزی شده و هکی هم شده بود تو اون اتر کلاسیکی که الان اسم میذاریم، که مجبور شدن اتر رو ایجاد بکنن. رو بیت کوین و BCH هم که میشه بیت کش همین داستان پابرجاست. هافینگ چیه؟ هافینگ یعنی نصف، تو لغت یعنی نصف کردن. کانسپت بیت کوین به این صورته که از روز اول گفتم 21 میلیون، هر 4 سال یک بار هم میزان پاداشش رو نصف میکنیم. ببینید چقدر قشنگ طراحی شده. این کمک میکنه که قیمت میتونست از روز اول همین 21 میلیون رو بریزه تو بازار، اگر قیمتش به این عدد میرسید، نمیرسید. این کمک کرد هم مردم توی دنیا کریپتوکارنسی رو بشناسن، هم خیلی از شرکت ها و بیزینس ها برن سمت بلاکچین. یعنی قیمت بیت کوین رفت بالا ولی کانسپت بلاکچین رشد کرد، بلاکچین های سازمانی، بلاکچین هایی که روی پلتفرم های بزرگ مثلا رو بهداشت قرار میگیره، رو آموزش قرار میگیره، روی حتی مثلا اسناد و مدارک و ثبت اسناد، املاک، اینا چیزایی با ارزشی که برای کشورها میتونه تعیین کننده باشه. و جالبه که بدونید در همین بیخ گوشمون در خلیج فارس، کشور امارات در حال طراحی شهر بلاکچینی هست.
خب اینا خیلی از دور از ذهن نیست و خودشو میخواد به هاب بلاکچین خاورمیانه تبدیل کنه. برای برنامه‌ریزی بلند مدت